بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسى ذكر الله بما تسمع أذناه. بله. عن ابی الحسن الرضا، آقا امام رضا علیه السلام، نقل می فرمایند که آقا امیر المؤمنین می فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول یعنی چی؟ یعنی مکررن. کان یقول معناش اینه، یعنی امیر المؤمنین مکرر این جمله رو تکرار میکرد. کان یقول. آقا امیر المؤمنین چه میفرمودن؟ میفرمودن توبا لمن اخلص لله العباده و الدعا، خوش به حال کسانی که اخلاص دارند و با اخلاص دعا میخونند و عباداتشون رو با اخلاص انجام میدن. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل قلبه بما ترى عیناه. شما در روز خیلی چشمتون چیزهایی رو میبینه، وقتی چشم شما میبینه ماشین خوب، مال زیاد، شهوات و امثال اینها رو میبینید، اینها در قلب شما اثر میگذاره. چرا من این ماشین رو نداشته باشم؟ چرا من این زن رو نداشته باشم؟ من چرا این شهوت رانی رو من نداشته باشم؟ چشمای شما خیلی چیزا میبینه، خونه های عالی رو میبینه، ماشین های درجه یک رو میبینه، لباس های خیلی زیبا رو میبینه. تمام این مظاهری که شما میبینید هوس میکنید، میگید چرا من نداشته باشم؟ اینها انسان رو به خودش مشغول میکنه. شما وقتی میخواید بخوابید فکر میکنید، افکارتون یه مرتبه میبینی خوابتون نمیبره، خونه خوب، ماشین خوب، زندگی خوب، شهوترانی چنین و چنان، اینا افکارتون رو مشغول کرده. آدمایی که اخلاص دارند این چیزها قلبشون رو مشغول نمیکنه، یعنی همش توجهشون به خداست. اگر یه موقع مظاهر دنیوی رو میبینن توجه جدی نمی کنن، رد میشن. مثل اینکه شما یه زن زیبایی رو که نگاه میکنی فورا چشتو بر میگردونی، نگاه نمی کنی، دقت نمی کنی که در ذهنت بمونه، رد میشی. یکی میبینی نه، نگاه میکنه، دقت میکنه، بعدم تو ذهنش میمونه، بعدم همیشه هی به یادش میفته، میگه یشغل قلبه، قلبش رو اشغال کرده، آمده تو قلبش. این اشغال قلب مال کسانی است که اخلاص ندارن.
کسانی که اخلاص دارن قلبشون رو خدا اشغال میکنه، همش تو فکر خدا هستن. شما سعی کنید این قلبتون الان چه فکرهایی تو ذهنتون میاد، فکرهای مادی یا فکرهای معنوی، فکرهای خدا و عبادت و دستورات خدا همش تو ذهنتونه، همش حواسم اینه که چجوری واجبات رو انجام بدم، محرمات رو ترک کنم، مستحبات رو انجام بدم، همش تو این فکرم. یه موقع همش تو فکر چیزای دیگه هستم، افسوس برای مال دنیا و منال و مقام و هواهای نفسانی و شهوات و دنبال اینجور چیزا. ذهنم رو چی اشغال کرده؟ خیلی مهمه شما توجه کنید که ذهنتون مشغول چه چیزاییست. چون ذهن میره دیگه، میره توی همه جا، میره تو خونه های خوب میره که هرچی دیده، تو مقام ها میره، توی شهوات میره، این ذهن اشغال میشه. اما افراد مخلص ذهنشون رو فقط خدا اشغال میکنه. آقا امیرالمؤمنین میفرمان طوبی لمن اخلص لله العبادت و الدعاء. معنیش چیه این عبادت و دعا؟ یعنی شما هی ذکر بگید 100 بار 200 بار 500 بار ذکر بگید؟ نه، اشتباه نکنید. شما سعی کنید اون اشغال قلبی رو به مادیات ندید، اون اشغال قلبیتون به معنویات باشه. این میشه ذکر خدا. ذکر خدا چیه؟ من دارم ذکر میگم ولی ذهنم مشغول مال و منال و لذت ها و شهوات، همش تو اون فکر هستم ولی دارم تسبیح هم میگم. این ذکر خدا نیست. این قلب باید مشغول به خدا بشه. اینو خیلی روش توجه کنید. گاهی ما ظواهر رو میچسبیم و بباطن امر رو فراموش میکنیم. اگه میخواید متوجه بشید که ذکر خدا دارید یا ندارید، به این قلبتون نگاه کنید نه به زبانتون. اگر قلبتون همش شهوتها و لذتها و مالها و منالها و هواهای نفسانیه، بدونید یاد خدا نیستید. هی خودتون رو میخواید مشغول کنید ولی نمیشه. نماز میخونید همش تو فکر گناهید، وقتی که عبادت هم میکنید باز هم ذهنتون مشغوله. این اشغال کرده، ذهن فرار میکنه و این مشکل اصلی ماست. ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه. این 24 ساعته شما چشمتون خیلی چیزا رو میبینه، قلبتونم مشغول میشه به همون چیزایی که چشمتون دیده. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذناه. اون چیزایی که میشنوید، حالا صداهایی، هرچی، حرفایی از اهل شهوتها و اهل مالها و منالها و مقامها و اینها در گوشتون هست، این حرفا تو گوشتونه، میای ذکر خدا رو بگی ولی تو گوشت صدای موسیقی هست، صدای قنا هست، صدای اون زن هست، صدای اون مقام هست، دنبال اون مقام. این چیزهایی که گوشتون شنیده نمیگذاره اون دعا به قلبتون برسه. این قلب همون پر از مادیات، زبان داره دعا میخونه، زبان داره دعا میخونه ولی قلب مشغول به مادیات. این نشانه است که آقا امیرالمؤمنین شما رو آگاه میکنه که این چیزهایی که چشمتون میبینه یا چیزهایی که گوشتون میشنوه، اگر تو قلبتون رسوخ بکنه و قلبتون رو اشغال بکنه، شما دیگه فکر خدا نیستید، دیگه ذکر خدا فایده ای نداره،
به دردتون نمیخوره، زبانن دارید ذکر میگید ولی در قلبتون مشغول مادیات هستید. ولم یشق القلبه بما ترى عیناه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. وقتی شما توجهتون به خدا باشه محزون نیستید، غمناک نیستید، همیشه خوشحالید، چون من خدا دارم، من توکلم بر خداست و این توکل بر خدا باعث میشه شما همیشه خوشحال، راحت، آرام، با قلبی مطمئن و آرام زندگی بکنید. ولی وقتی که قلبتون از خدا خالی میشه به دنبال این و اون هستید، فلانی کمک کنه، فلانی به دادم برسه، دنبال این و اون میگردید، محزونید، آیا جواب سلامم رو داد؟ جواب تلفنم رو داد؟ آیا کارم رو انجام میده؟ نمیده؟ این قصه میگیره انسان رو، من چی بگم؟ او چی جواب خواهد داد؟ اینا همش ماله همین است که به دیگران انسان توجه بکنه، اما با خدا این حرفا نیست. اگر توکل شما بر خدا باشه، اینکه خدا جوابمو میده نمیده، من قصه به قصه نمیخوری دیگه، میگی من با خدا هستم، خدا هرچی صلاح بدونه برام فراهم میکنه. خب این یک روایت که ولم یحزن صدره بما اعطی غیره، یعنی قلبش محزون نمیشه به اون چیزایی که غیر از خدا بهش عنایت مثلا محبتی بکنه، اونا محزون نمیشه، حالا داد نداد، انجام شد انجام نشد، اینها رو اهمیت نمیده. بله، آدرس این روایت کافی جلد 2 صفحه 16 حدیث 3، این روایت سندش هم درست و کامل، مسندتون و موثقتون علی الاقوا، این روایت موثقی هم هست که از نظر سند هم درسته. شما در اینجور روایات اخلاقی، روایاتی که سندشون هم درست باشه، خیلی زیاد پیدا نمی کنید. این جزء اون روایاتی است که سندش هم درست. ببینید برای اسلام خیلی اخلاص مهمه. اون چه که این شیعه رو حفظ کرده، این اسلام رو حفظ کرده، این مذهب جعفری رو حفظ کرده، اون علمای با اخلاص بودن. علمای با اخلاص این دین ما رو حفظ کردن، نه اونهایی که تظاهر داشتند و دنبال دنیا بودند و حاج میرزا علی شیرازی استاد آیت الله شهید مطهری، حاج میرزا علی شیرازی، ایشون نقل میکنه، میگه در کربلا رفتم نماز بخونم پشت سر فاضل اردکانی. فاضل اردکانی شخصیت والاییست که از شاگردان شیخ انصاری است و مرجعیت رو هم قبول نکرد، ولی میرزای شیرازی مرجعیت رو بهش حواله داد. یعنی میرزای شیرازی به فاضل اردکانی پیغام داد خودت رساله بده، خودت جواب استفتا بده، خودت وجوهات رو بگیر، ولی قبول نکرد.
فاضل اردکانی از شاگردان مبرز شیخ انصاری است و حاشیه بر مکاسب هم دارد. میگه استاد آیت الله مطهری حاج میرزا علی شیرازی، میگه من رفتم کربلا پشت سر فاضل اردکانی نماز بخونم. فاضل اردکانی آمد برای نماز، برگشت نیومد نماز، اومد یه نگاهی به جمعیت کرد و برگشت. وقت نماز شد اذان گفتن، آقا نیامد. رفتن سرابش که آقا نماز دیر شده، مردم منتظرن، تشریف بیارید. معلوم شد که فاضل اردکانی این شخصیت بزرگوار وقتی آمده جمعیت رو دیده، ذهنش شبهه پیدا کرده، یعنی من چه شخصیتی هستم، من چه مقامی هستم، این همه جمعیت پشت سر من داره نماز بخونه. برگشت رفت، نمیخوام این نمازو. ببینید این اخلاصه، این اخلاص ها بوده که این دین ما رو حفظ کرده، نه اونایی که دنبال دنیا بودن. اونایی که دنبال دنیا بودن این دین رو حفظ نکردن، اونایی که دنبال مقامات ظاهری بودن این دین رو حفظ نکردن، اونایی که با اخلاصشون با عمل خالصشون این دین رو حفظ کردن. اونجا دیدیم فاضل اردکانی شرکت نکرد و جمعیت خیلی زیاد بود، فوق العاده بود. بعد که بالاخره ما دنبال کردیم قضیه رو، دیدیم که ایشون گفته من همین که اومدم نگاه کردم یه مرتبه شبهه‌ای تو ذهنم آمد و دیگه نتونستم بیام. لذا بزرگان ما وقتی میان نماز جماعت سرشون رو زیر میندازن، یعنی میخوان برن تو محراب، سعی میکنن به مردم نگاه نکنن، لااقل موقع ورود این کار رو میکنن. این رو یاد بگیرید، این کار رو بکنید. امام جماعت میشید، ممکنه انشاءالله جمعیت زیادی پشت سر شما باشه، موقعی که وارد مسجد میشید میخواید برید وایسید تو محراب، سرتون زیر باشه، اصلا نگاه نکنید که یه نفره، دو نفره، صد نفره، سعی کنید نگاهتون پایین باشه. چون این نگاه کردن میه فورا تو قلب انسان یه اثراتی میگذاره. عجب جمعیتیه، جمعیت ببینید چقدر زیاد شده جمعیت. این تأثیر میگذاره تو روحیه شما و ممکنه اون اخلاص شما رو از بین ببره. شما سر تو زیر بنداز، اصلا به مردم نگاه نکن. وقتی رفتی تو محراب نمازتو بخون، تموم شد. حالا بعدش خواستی نگاه کنی، بعد از نماز باز خیلی مهم نیست، اما بازم نگاه نکنی بهتره. خدا رحمت کنه، بعضی از بزرگان رو فوت کردن، من توجه داشتم به کارشون، چیز قولی نیست که مثلا من از ایشون چیزی شنیده باشم، ولی ایشون وقتی که وارد می شد من می دیدم چشمش به قدری پایینه یا بسته است یا یک ذره باز می کنه که هیچ جمعیت رو نگاه نکنه. جمعیت خیلی زیاد بود پشت سر ایشون، یکی از بزرگان، همه تونم می شناسید اگر بگم، که فوت کرده خدا رحمتش کنه. ایشون همینطور بود، وقتی وارد می شد یکیش آیت الله، اسم ایشونو میگم، آیت الله عراقی هم همینطور بود. آیت الله عظمای عراقی وقتی میومد برای نماز به هیچ عنوان به مأمومینش نگاه نمی کرد، یه جوری سرش زیر بود اصلا کسی رو نمی دید و میرفت نمازشو میخوند، بعدم میومد میرفتم سعی داشت باز کسی رو نگاه نکنه.
این نگاه کردن به مأمومین گاهی برای نفوسی که حالا بالاخره ممکنه نتونن خودشون رو حفظ کنن، تو ذهنشون یه خلجانی میاد که من فلانی هستم، چنین شخصیتی هستم. این یه نمونه که عرض کردم. اون وقت همین فاضل اردکانی، میرزای شیرازی، نامه می نویسه به حاج محمد جعفر، میگه برو به فاضل اردکانی. اون زمان ها که خب وسیله مشکل بوده و اینها، پیغام میدادن برو به فاضل اردکانی بگو ایشون، چون فاضل اردکانی در کربلا بوده، میرزای شیرازی در سامرا بوده، برو به فاضل اردکانی بگو امروز از حالا به بعد امورات کربلا در اختیار شما، وجوهات رو خودت بگیر، رساله هم بنویس، شما کربلا و اون مناطق رو خودت اداره کن، هم وجوهات در اختیار خودت باشه و هم رساله بنویس، هم جواب استفتا بده، خلاصه تو مرجع باش. میرزای شیرازی یه همچین پیغامی رو برای فاضل اردکانی میده. فاضل اردکانی ببینید در جواب چی میگه. میگه من نه دست به وجوهات میزنم، نه وجوهات میگیرم و نه رساله میدهم و نه جواب استفتا میدم. همین که شما این زحمات رو از دوش ما برداشتید، ما از شما کمال تشکر رو داریم. از میرزای شیرازی تشکر میکنه، میگه شما همون رساله رو دارید و جواب استفتا میدید و وجوهات رو میگیرید و خرج میکنید، ما از شما ممنونیم که این زحمات رو از دوش ما برداشتید. این فاضل اردکانی، اینا بودن که با اخلاصشون این دین رو. وقت فاضل اردکانی استاد عاشق عبدالکریم حائریه، عاشق عبدالکریم حائری درسشو بلوی فاضل اردکانی خونده. اون وقت امام شاگرد عاشق عبدالکریم حائریه. این استادها بودن که شاگردها رو اینجور تربیت کردن. به امام میگفتن رساله بده، میگفت رساله نمیدن. همه علما رساله داشتن که شأنشون شاید پایین تر از امام بود، امام میگفت من رساله نمیدن. اینها اثراتی است که استادها بر شاگردها دارن. روحیه استاد فاضل اردکانی تو عاشق عبدالکریم، عاشق عبدالکریم هم آمد قبول نمی کرد. همه علما هی گفتن شما باید رئیس بشی، می گفت نه. ولی بالاخره اون مقام برای عاشق عبدالکریم مرجع کل شد. مرحوم امام همینطور، بزرگان همینطور. این روحیه و اخلاص بوده که این دین ما رو حفظ کرده. انشاءالله ما هم سرباز واقعی آقا امام زمان باشیم. و صلی الله علی محمد.